بنام حق و حقیقت، درود بر شما حقجیان گرامی. در قسمت قبل با هم دیگه تعریف علت رو بررسی کردیم. علت به چیزی گفته می شد که اگر نباشد معلول هم وجود نداشته باشد. خب از همینجا ما می تونیم اولین تقسیم بندی در مورد علت رو با هم دیگه بررسی بکنیم. علت رو به دو دسته تقسیم می کنند، علت لازم و علت کافی. اجازه بدید که مثال بزنم. فرض کنید که ما برگ درختی رو در دستانمون گرفته باشیم. علت این برگ چیست؟ ممکنه یکی از شما بگید علت این برگ شاخه درخت است که اگر شاخه نباشد برگ هم وجود نخواهد داشت. میبینیم که توی تعریف علت صرف میکنه، یعنی که شاخه نباشه برگ ایجاد نمیشه. دیگری ممکنه بگه علت ساقه است، دیگری ممکنه بگه علت ریشه است، فرد دیگری ممکنه بگوید که علت خاک است، دیگری ممکنه بگوید علت هواست، فرد دیگری ممکن است بگوید که علت آب است و همه اینها راست میگن. یعنی اگر هر کدام از این موارد وجود نداشته باشد برگ به وجود نخواهد آمد. از اینجا ما نتیجه میگیریم که برگ درخت علتهای لازم متعددی دارد. علت لازم یعنی چه؟ یعنی همه اونها برای به وجود آمدن یک برگ لازم هستند و اگر هر کدام از آنها نباشد برگ به وجود نمی آید. ما به این میگوییم علت لازم. اما اجازه بدید مثال دیگری برای شما بزنم. فرض کنید که ما نیروی رو به یک جرم در راستای مشخصی وارد می کنیم. جرم در راستای اعمال نیرو شتاب میگیره. نیرو برای حرکت دادن جسم لازم هست. سوال اینه آیا کافی هم هست یا نه؟ فرض کنید که ما این رو که در فضا و در مختصات قرار داریم و قوانین فیزیکی برقرار هستن رو پذیرفته باشیم. یعنی اینها رو نخواهیم به عنوان علتهای دیگر بررسی بکنیم. یعنی حالا شروط و معدات رو ما فعلا اگه بهش کاری نداشته باشیم، ظاهراً اینجا نیرو برای شتاب گرفتن جرم علت کافی هم هست. یعنی چیز دیگری احتیاج نیست که باشد تا جرم شتاب بگیرد. بعضیا میگویند که مانع هم نباید باشد. یعنی نیرو باشد چیزی جلوی جرم رو سد نکرده باشد، جلوی راهش رو نبسته باشد تا بتواند شتاب بگیرد. ولی خب میدانید که اگر چیزی جلوی حرکت رو گرفته باشد در واقع آن چیز هم یک نوع نیروست و ما در اونجا که گفتیم نیروی به جرم وارد شود برایند نیروها منظور ما بود. پس اگر ما برایند نیروها در راستای بر جرمی داشته باشیم قطعا در آن جهت ما شتاب خواهیم داشت و این برایند نیرو برای شتاب کافی است. خب شاید با این دو مثال شما تفاوت علت لازم و علت کافی رو متوجه شده باشید. در اصطلاح فلسفی به این دو علت، علت عام و علت خاص هم میگن. یعنی بعضی ها میان علت رو اینگونه تعریف میکنن، میگن علت چیزی است که اگر نباشد معلول نیست و اگر باشد معلول هست، و بعضیا علت رو همونطور که من قسمت قبل تعریف کردم تعریف میکنن. یعنی میگن علت فقط آن چیزیست که اگر نباشد معلول به وجود نمی آید، ولی لازم نیست که اگر باشد هم او بلافاصله به وجود بیاید. مثلا ممکن است درخت باشد اما آب نباشد، هوا نباشد تا برگ به وجود نیاید. بسیار خوب. تقسیم بندی دیگری که بسیار به این تقسیم بندی شبیه هست، علت تامه و علت ناقصه است. علت تامه و علت ناقصه به این گونه تعریف میشه. میگن اگر علتی برای به وجود آوردن معلول کافی باشد، کفایت بکند، رو میگیم علت تامه. اگر نه، باید علتهای دیگری به آن افزوده بشوند، رو میگیم علت ناقصه. شاید بگید که این دقیقا همون علت کافی و لازم بود، ولی یک تفاوت ریزی اینجا وجود داره. حالا من تفاوت به شما عرض میکنم. علت کافی، علت لازم هم هست. نیرو درسته که برای به حرکت در آوردن جرم کافی هست، ولی لازم هم هست. یعنی علت کافی، علت لازم هم هست، ولی علت تامه، علت ناقصه نیست. علت تامه تامه است، علت ناقصه ناقصه است. یعنی ما اگر علتی تامه باشه بهش میگیم تامه، اگر علتی ناقص باشه و باید دیگری بهش اضافه بشه تا بتونه اون معلول رو به وجود بیاره بهش میگیم علت ناقصه. یعنی علت ناقصه باید حتما ناقص باشه. درسته که علت ناقصه لازمه، علت تامه هم لازمه، ولی ما به علت تامه نمیگیم علت ناقصه، اما به علت کافی میتوانیم بگوییم علت لازم.
یک مقداری فقط از همین قسمت با هم تفاوت دارن، تفاوت دیگری با هم ندارن. این دو تقسیم بندی های دیگه‌ای مطرح شده، مثل علت بسیط و علت مرکب، علت بیواسطه یا علت باواسطه، علت انحصاری، علت جانشین پذیر، علت داخلی، علت خارجی، علت حقیقی، علت اعدادی و مباحث دیگری مثل مبحث مقتضی و شرط، شرط عدمی، نمیدونم بحث شرط فاعل، شرط قابل و حالا این علت مادی و سوری و اینا رو اونا عرض میکنن. تقسیم بندی های دیگه‌ای که اگر ما جای احتیاج داشته باشیم اون رو برای شما عزیزان مطرح میکنم و بهش میپردازم. در غیر این صورت اتلاف عمر و اتلاف وقت و انرژی محسوب میشه که ما مباحثی که هیچ فایده ای نداره و هیچ ضرورتی نداره رو بیم با هم دیگه بحث بکنیم. یک تقسیم بندی دیگری از علت هست. اجازه بدید من اینو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. چون آقای ارسطو این تقسیم بندی رو انجام داده و از اون زمان تا الان هم بسیار شایع و رایج در بیشتر منابع فلسفی این تقسیم بندی رو بیان میکنه. آقای ارسطو که حالا اسم اصلیش هم ارسطو نیست، اسم اصلیش آریستوتلس هست و فیلسوف یونانیه که شاید بهتر باشه من اون رو زیست شناس بنامم تا فیلسوف و از بنیانگذاران علم منطق هست. 2500 سال پیش تقریبا در یونان باستان، 2400 سال پیش در یونان باستان زندگی میکرده و از شاگردان افلاطون بوده. آقای ارسطو کتاب‌های زیادی در علوم مختلف داره. کتابی داره، حالا مقاله‌ای داره در واقع، اینا همش توی کتاب چاپ شده. خودش این کارو کرده، توی کتاب قرار داده. مقاله‌ای داره به نام فیزیک، مقاله‌ای داره به نام متافیزیک. البته این متافیزیک هم اون متافیزیکی که الان شما فکر می‌کنید نیست. فیزیک هم این فیزیکی که الان می‌شناسیم نیست. ما الان فکر می‌کنیم متافیزیک یعنی مباحث مربوط به علوم غریبه و جن و پری و نمی‌دونم این چیزا. نه، این گونه نیست. متا یعنی بعد. اون مقاله‌ای رو نوشت به نام فیزیک، فیزیا و بعدش برای مقاله فصل بعدش اسم مناسب پیدا نکرد، نوشت متافیزیا، یعنی اون مقاله‌ای که بعد از فیزیا نوشتم. و در زمان نهضت ترجمه هم که در زمان خلیفه عباسی مأمون و بعد از اون دانشمندان ایرانی اومدن، خاندان برمک، خاندان بختیشو اومدن دارالترجمه رو راه اندازی کردن با هزینه‌های گزافی و کتاب‌های علمی سایر اقوام و ملل رو ترجمه کردن به زبان عربی و وارد دنیای اسلام شد این منابع. در اون زمان هم این کتاب فیزیک به نام کتاب طبیعه و متافیزیک به نام ما بعد و طبیعه ترجمه شد، یعنی آنچه بعد از طبیعت هست و ترجمهش ترجمه صحیحی بود. الان ما بعد طبیعه رو که کسی بیان میکنه احساس میکنه به مطالب غیر مادی، یعنی خارج از ماده میخواد بپردازه، مطالب معنوی رو داره مطرح میکنه. نه، اینگونه نیست. ممکنه توش از شیمی صحبت شده باشه ولی چون اسم مناسبی براش نداشت گفته بود که فصل بعد از فصل فیزیک. فیزیک هم به این معنا که الان شما به کار میبرید نبوده، یعنی قوانین حرکت و آنتروپی و اینا رو بررسی نمیکنه توش. چون اسم ارسطو رو من بردم، اجازه بدید که به مناسبت چند تا جمله راجع به روش علمی این فرد و حالا کلا فلسفه‌ای که در اون زمان بودن خدمت شما عرض بکنم. ادعی تصورشون بر این هستش که ارسطو و فلسفه قدیمی یونان اینها کلا تجربه رو هیچ ارزشی براش قائل نبودن و فقط عقل و برهان عقلی رو حجت میدونستن. حقیقت اینه که اینگونه نیست. یعنی ارسطو هم که ادعا میکنه هسته خرما تبدیل به درخت خرما میشه، بالاخره این رو با یک مشاهده تجربه کرده بوده که بیان میکنه. ممکنه که ما در تجربه او اختلاف نظر داشته باشیم یا ابزارهایی که او برای تجربه داشته بسیار ضعیف و ابتدایی بوده باشه، ما روی مباحث بحث نداریم. ولی این که بگیم ارسطو تجربه رو موجه نمیدانسته مطلب صحیحی نیست. ارسطو هم عقل و برهان رو حجت میدانسته، هم مشاهده و تجربه رو. همینطور هم امروز ما گونه هستیم، یعنی ما هم برهان رو نامعتبر نمیدانیم، ما هم برهان رو معتبر میدانیم، مشاهده رو هم معتبر و حجت میدانیم. فقط چون ابزار مشاهده و تجربه در زمان ما گسترش بیشتری داشته، تمرکز دانشمندان روی آزمایش‌های جدید و مشاهدات پیچیده‌تر رفته و زمان گذشته چون که ابزار مشاهده و اندازه‌گیری ضعیف بوده و ناتوان بوده، تمرکز بیشتر رو مباحث استدلالی و ریاضی می‌رفته. ارسطو در مباحث مختلف حتی در بحث سیاست و بحث اخلاق هم کتاب داره که ما در اصطلاح فعلی فلسفه به این مباحث فلسفی نمی‌گیم. تعریف ما از فلسفه هستی شناسی است، یعنی کسی که مطالبی راجع به باورهای ما راجع به جهان هستی بگه. ما به این میگیم مطلب فلسفی. الان امروزه در غرب هم تعریفی که از فیلسوف یا فلسفه وجود داره با چیزی که ما به عنوان فلسفه بیان میکنیم متفاوت هست. اونجا مثلا میگن فلسفه من در زندگی اینه که سخت نگیر تا دنیا به تو سخت نگیره. این فلسفه نیست، این گزاره از یک سبک زندگی است، یک گزاره اخلاقی است. فلسفه چیزی است که بخواد با قطعیت از جهان خارج و از هستی به ما خبر بده. هستی شناسی مبرهن برهانی، ما به این میگیم فلسفه. شاید
شاید اصطلاح ها با هم دیگه تفاوت داشته باشه. اون چیزی که برای ما مهم هست الان اینه، ما میخوایم بدونیم که خدایی هست یا نیست، میخوایم بدونیم که آخرتی هست یا نیست، جهان هستی چگونه است، جن و فرشته هستن یا نیستن، اتم هست یا نیست. اینها همه میشه مباحثی که باید ما در هستی شناسی با هم دیگه بحث و گفتگو بکنیم. اما تقسیم بندی که آقای ارسطو داشت، از بس خیلی فاصله نگیرید، آقای ارسطو علت رو به 4 دسته تقسیم میکنه: علت سوری، علت مادی، علت غایی با قیم و علت فاعلی. منظورش از علت مادی چیه؟ گفتم این اصطلاحات خاص ارسطوه و امروزه توی دنیا اینا رو ما قبول نداریم، کسی ماده و صورت قبول نداره. متاسفانه در فضای مذهبی مثل قرون وسطا یا مثل حوزه‌های علمیه فعلی کشور ما، مباحث رنگ و بوی تعصب و دین به خودش میگیره و نظر مخالف دادن با تکفیر و ارتداد و با اتهامات سنگین مواجه میشه. به خاطر همین کسی شهامت نداره حتی در مباحث جزئی مثل این که خیلی ربطی به نه دین داره نه به دنیا ربط داره نه به آخرت هم خدشه وارد بکنه. و ما متاسفانه میبینیم که در جامعه فلسفی ما به عنوان یکی از مباحث مهم داره بحث صورت و ماده مطرح میشه، اما در دنیا این مباحث تاریخ مصرفش گذشته و تنها در تاریخ علم فلسفه بحث و گفتگو میشه. آقای ارسطو ادعاش این بوده، تصورش این بوده که تمام جهان هستی از ماده و صورت تشکیل شده. اجازه بدید بحث ماده و صورت رو بعداً با هم دیگه بررسی میکنیم توی قسمت دیگه به صورت کامل. تعریف ارسطو از صورت با اون چیزی که شما فکر میکنید تفاوت داشته، تعریفش از ماده هم با اون چیزی که الان ما ماده مینامیم تفاوت داره. شاید اگر بخوایم قدری به ذهن نزدیک بشه، شما علت مادی مثلا یک میز رو بگید چوبی که برای ساخت اون میز نیازه، علت سوری رو بگید نقشه‌ای که برای اون میز باید نجار بکشه و بدون اطلاعاتی داشته باشه که چوب‌ها رو در چه ابعادی برش بزنه و به چه صورتی به همدیگه متصل کنه، یعنی اطلاعات کنار هم قرار گرفتن اجزای میز. و ارسطو میگفته علت سوری علته، چرا؟ چون که اگر نقشه نباشد میزی هم وجود نخواهد داشت. حالا نقشه لازم نیست حتما در کاغذ باشه، ممکنه در ذهن نجار باشه، ولی بی نقشه نمیشه. ادعای ارسطو این بوده که بدون نقشه نمیشه. و علت مادی هم میگفته علته، چرا؟ چون اگر ماده نباشه باز هم میز به وجود نمیآید. علت غایی یعنی چی؟ یعنی انگیزه‌ای که فاعل اون کار برای اون کار در ذهن خودش داره. خب این یه مقداری بحث جزئی شد، یعنی ما باید حتما اول تصور بکنیم که فاعلی باشد، انگیزه‌ای داشته باشد، بعد بریم ببینیم که حالا هدف اون فرد چیست. یعنی ممکنه شما برگی رو ببینید، بعد ببینید خب علت غایی چیست، برگ فاعل نداره، برگ به وجود آمده، مثلا سنگی رو ببینید که رو زمین افتاده. علت سوری و مادی میتونید براش تصور بکنید، یعنی مثلا اطلاعات زاویه قرار گرفتنش روی زمین رو علت سوری، مثلا چیدمان اتم‌هاش در کنار همدیگر بگید علت سوری، و جرم اتم‌هایی که در اون به کار رفته و نوع موادی که درش به کار رفته، مقدار ماده و انرژی که شامل شده رو مثلا بگید علت مادی. ولی خب به علت غایی که برسید واقعا دشواره، بخوایم براش غایتی تعیین بکنیم. خب آقای ارسطو به این مطلب خوب نپرداخته، ایشون ادعا کرده که علت غایی وجود دارد، یعنی باید بگردیم و پیدا کنیم یک فاعلی رو. حالا چون مثالی که میزنن از میز و صندلی و این چیزاست، خب توی اون وسایل صورت بشری علت غایی وجود دارد. بسیار خوب، انگیزه نجار برای ساختن میز چیست؟ این که پشتش بشیند، انگیزش از ساختن کمدی نیست که لباساش توش آویزان بکند، و اگر آن انگیزه نباشد میزی یا کمدی هم در کار نخواهد بود. پس تعریف علت صدق میکنه و ما میتونیم انگیزه رو هم به عنوان یکی از علتها در نظر بگیریم، علت غایی، علت انگیزه‌ای، مثلا علت هدفی. یه علت دیگه، علت چهارم ذکر میکنه آقای ارسطو به نام علت فاعلی. علت فاعلی یعنی چی؟ یعنی علتی که معلول از اون پدید میاد، یعنی همون نجار. و حالا میان میگن که فاعل یا فاعل طبیعی است یا فاعل الهی است. فاعل طبیعی رو مثلا میگه نجار، و حالا مثلا اون سنگی که من گفتم میگه پس اون هم فاعلی دارد که اون دیگه میشه که خدا، که اون رو از عدم به وجود آورده. و اون کسی که با اون سنگ میاد یک کوزه یا یک دیگه سنگی درست میکنه، اون میگن علت فاعلی طبیعی که میاد و اون سنگ رو میتراشه و به شکل یک دیزی یا به شکل یک دیگ در میآوره. بسیار خوب، حالا ما به این نمیخوایم بپردازیم که این تقسیم بندی چقدر خوب هست، چقدر صحیح هست یا چقدر غلط هست، چه کاربردهایی داره، چه استفاده هایی ازش میشه. فقط چون تقسیم بندی بسیار معروفی هست این رو برای شما عرض کردم. اجازه بدید که مباحث رو من مختصرتر خدمت شما عزیزان عرض کنم. شما توی
دیسکورد میتونید توی بخش چت مربوط به نقد برهان‌های اثبات وجود خدا هر سوال، شبهه، ابهام، انتقاد یا پیشنهادی که دارید مطرح بفرمایید و مدیران مجموعه که زحمت میکشند و مدیریت میکنند قطعا به شما عزیزان پاسخ مناسب خواهند داد و این ارتباط با شما عزیزان برای ما بسیار محترم و بسیار ارزشمند است. قسمت بعد در نظر دارم که مقداری راجع به ماده و صورت و برخی از اصطلاحات فلسفی که آقای ارسطو وارد فلسفه کرده و مأمون عباسی در نهضت ترجمه وارد اسلام کرد و جزء فلسفه اسلامی الان شمارده می شود راجع به این مفاهیم با هم دیگه صحبت بکنیم که حداقل یک بار این مفهوم به گوش شما خورده باشه. اگر از یکی از مبلغان دین این مفاهیم رو شنیدید متوجه باشید که منظورشون چیست و بتونید که نقد مناسبی برای حرفای اونها داشته باشید. برای همه شما عزیزان آرزوی سربلندی و پیروزی و شادکامی دارم. بدرود.